بالاترین آمار مبتلایان به کرونا در کشور ثبت شد. شد که از پلکانی به آسانسوری شده. الان یه ذره داره موشکی میشه دیگه. دکتر با این وضعیت پیشبینی‌ها چی میگه؟ بدتر از موج‌های قبلی. بعد از فرمان ممنوعیت واکسن، میدان مین کرونا در تمام شهرهای ایران منفجر شد. این چه بی تدبیری در جهت مقابله با ویروس کرونا بود. از تعطیلات نوروزی به نوعی سوء استفاده شد و قرنطینه ها صورت نگرفت. موج چهارم آن شد. تعداد زیاد مرگ و میر ها چه کسی پاسخ گوست؟ ما رعایت میکنیم. دولت باید مواظب. الان نمیذاش وارد مشهد بشه. راستی چرا نمیگویند مقصر اصلی کیست؟ فرصت طلایی عید استفاده کنیم و بیاییم موضوع کرونا مثل سال گذشته. کی بود یا چه کسانی بودن مخالفت کردن با اینکه ما بخوایم مثلا یه تعطیلی؟ نه خانم، من نمیتونم بگم. در حالی که اغلب کشورها به نتایج روشنی بعد از واکسیناسیون رسیدن، چرا در نظام کسی پاسخگو نیست؟ با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنن. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست. آخر بهار انشالله واکسن‌های داخلی ما وارد میشه. توکلی ضمن اعتراف به شرایط انفجاری جامعه و استفاده از کرونا برای مهار قیام گفت: گفتم این کار را انجام دهید و اگر نکنید باید منتظر شورش تهی‌دستان باشید. اکنون هم میگویم خطر بیشتر است، ولی کرونا در حال حاضر مانع است. نه میگید بیمارستان کردنت بیرون؟ چون پول نداشتی کردنت بیرون؟ مملکت من است. نه مملکت من است. دارم میبینم هر جا میرم بیمارستان جوابم نمیدم. و این است وضعیت مردم مظلوم میهن من که در چنگال این رژیم آخوندی اسیرند. خبرنگار سیمای آزادی، شهر کرد، فروردین 1400.